بعضی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه توی این مملکت که مخ آدم راستی راستی هنگ میکنه، یعنی فیوز میپرونه. شما اول این کلیپ رو ببینین با هم. قانون اساسی میگه نمایندهی که انتخاب میشه با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب میشه، اما به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگه نداریم. خب جناب آقای روحانی، الهی قربون قیافه فوتوجنیکت برم، فقط اون کلیدت بشم که اون کلید حتی این قفل هم واره میکنه. شما چیز تازه و جدیدی دیدی؟ حال درسته که 3 سال رئیس جمهور شدی، ولی تو این مملکت که زندگی میکردی، اینکه خانم مینو خالدی صلاحیتش احراز شده بعد رأی آورده و بعد حالا میگه نماینده نیستی، که چیز جدیدی نیست که. این چه فرقی میکنه با اون تهیه کننده ای که فیلمنامه‌شو تصدیق کرده، رفته پروانه ساخت گرفته، زندگیشو گذاشته فیلمو ساخته، پروانه نمایش گرفته، شب اول اکران فیلمشو میکشه. چه فرقی میکنه با اون نویسنده ای که رفته مجوز کتاب گرفته، هزینه کرده، کتاب رو چاپ کرده، تو انبار میخواد توزیع بشه، کتاب جلوش میگیرن میگن خمیر بشه. چه فرق میکنه با اون بدبختی که برای یه مجوز کنسرت 8 ماه یه سال دویده، نمیدونم اماکن اجازه بگیر، واحد موسیقی اجازه بگیر، الو بگیر، بلو بگیر، شب اجرا جلوشو میگیرن و کلی هزینه. چه فرق میکنه با اون ناشری که 25 سال ناشره، بعد اجازه حضور در نمایشگاه کتاب بهش نمیدن، یا میدن میره غرفه اجرا نمیکنه، کلی هزینه میکنه، دکور میکنه و فلان، فردا صبح اول وقت میریزن غرفهشو داغون میکنه که کتابش رو انجام بده. چه فرق میکنه با هم نمایش؟ مثل همه. شما ندیدین این چیزا رو؟ ما زیاد دیدیم. هرس نخور، جوش نزن، کلسترولت میره بالا، مثل من فشار خون میگیری. ریلکس.